سلام یک شنبه ششم بهمن ماه 98 26 ژانویه 2020 حتما خبرهای مربوط به انتشار ویروس کرونا و کشندگیش رو شنیدید. من دیدم خبرگزاری ایرنا یه گزارش مفصلی تهیه کرده در مورد برگزاری جشنواره ایران با شکوه. جذب توریست های چینی در فاصله بین چهارم بهمن تا 20 بهمن که سال نو چینی هست. یعنی در شرایطی که همه دنیا دارن محدودیت میگذارن و حداقل کنترل میذارن در جمهوری اسلامی دارن تشویق میکنن و برنامه ریزی از قبل هم برنامه ریزی کردن البته ایشون گفته که فقط استان همدان نیست در چند استان دیگه هم این جشنواره ایران با شکوه به صراحت گفته با هدف جذب گردشگران چینی در ایام سال نو چین چینی برگزار میشه حتما سیستم کنترل رو هم دیدید عکس های منتشر شده که یه خانمی در فرودگاه وایساده درجه تب میزنه برای کسانی که از چین میان که ببینن تب دارن یا ندارن یعنی اینم نهایت کنترلشون است نمیدونم چرا در فضای مجازی و فعالان خبری ایرانی فعالان سیاسی ایران نسبت به موضوع واکنششون نردن و این ویروس ها مشخص است که به چه صورت حالا هنوز مشخص نشده نتایجش و تبعاتش البته گفتن در خود چین تا پریروز 56 نفر کشته شدن به هر حال متأسفانه در این موارد کاری از ماها ساخته نیست از دست مردم ساخته نیست. اما با فضاسازی سازی رسانه با فضا سازی در فضای مجازی که تنها چیزی که در اختیار ما هست شاید بتونیم دو دولت رو دو تحت فشار بذاریم بازم میگم این خبر قدیمی نیست این خبر مال روز جمعه چهارم بهمن ماه هست یعنی در درست در اوج انتشار اخبار مربوط به انتشار ویروس کرونا و خطری که از جا... ناحیه اون ویروس مردم و کشورهای مختلف رو تهدید میکنه متاسفانه جمله عرض میکنم خ... یا خودش آدم میکشه مستقیم یا از عواملی که باعث کشتار مردم میشه ظاهرا استقبال هم میکنن فقط به خاطر که پول کسب کنن برای جبران بعضی از کمبودهاشون که متاسفانه حتی این جبران هم معلوم نیست نهایت به جیب مردم بره این پولا دوباره بخشش لابد اختلاس میشه بخشش میره برای مصارف جمهوری اسلامی برای ماجراجویی‌هاش در کشورهای دیگه